سلام استاتیم، چطورید؟ خیلی خوش اومدید به ویدیو جدید. آقا امروز میخواییم بریم سراغ بازی ایرا هیستوری آنتولد، بازی که جدیدن عرضه شده روی سرویس گیم پس و فقط روی البته گیم پس پی سی هستش و بازی استراتژی که دیگه موسکی بردیه و یه خورده فعلا با کنترلر سخت، اما گفتن که نسخه کنسولیش هم در دست ساخته و به محض عرضه میاد روی گیم پس. نکته اینه که من روی گیم پس بازیش نمی کنم و شرکت سازنده کد بازی رو در اختیار من گذاشته. مرسی از اینکه کد رو به من دادی ایکس باکس و با هم دیگه می‌خوایم بریم بازی کنیم، تست کنیم و ببینیم که چطوریه بازی، چه شکلیه. بعد از این ویدیو هم یه ویدیو برای فراست پانک 2 هم داریم که اونم تازگی اومده، باید با هم بازی کنیم ببینیم چه خبره. بیشتر از این صحبت نمی‌کنم، ویدیو رو لایک کنید، برام کامنت بذارید و بریم ببینیم که بازی چطوریه. خب آقا یه نیو گیم بزنیم. اوکی، کلی آدم معروف داره، کیان اینا؟ هارون الرشید ایرانی داره توش؟ کوروش موروش چیزی نداشته باشه واقعا ناراحت میشم. بذار ببینم، آزتک، ارمس، انگلیس، اتیوپی، فرانسه، یونان، غنا، آلمان، هالی روم. این که ایندیا، ایتالی، ژاپن، دبارمینام، مونگول، مغول ها حتی، مکزیک، کره. The first Persian Empire. کوروشه. بایست بقیهش رو ببینم. آقا پشمام، زرسیس کیه؟ The First Persian Empire احتمالاً باید هخامنشیان، اصلا تیپ و استایلشون من بله، امرومزدا، اپیرنسشون هم اینو من بیشتر هستم اسم کنم. 100% با کوروش کبیر بازی میکنیم. اینو نمیدونم، دست نمیزنم. Create a game پشمام. King of Kings، شاه شاهان. واقعا کوروش شاه شاهانه و با هم میخواییم بریم بازی کنیم. یک سری استات ها به همون میده. خب هر امپراتوری 50% بیل پروڈاکشیت رو گاورمنت و میلیتاری امپرومنت. اوکی، اگرسیو استرنج داریم، خیلی جنگجوه، چون خب کوروش خیلی فرمانروای بزرگی بوده و گسترشات زیادی داشته. بزرگترین شاه شاهان. Create impossible wonders and expand your empire to the ends of the earth. Your reign is destined to be one of the glory. پشمام خیلی حال میده آجی. واقعا دوستش دارم. بریم اکت یک رو شروع کنیم. پارس. فالو یس یس توتوریال به همون بده لطفا. اوکی، ویلکام تو ایرا هیستوری آنتولد. allow us to guide you on your journey, get this and your aim to gain prestige and emerge first among nations. Left click to next country. Okay. Sing the world. The world is your explorer. Use abilities to move around the map. Okay. اینجا چک لیست داریم. اوکی، اینتر دی سیتی. میگه بریم داخل سیتی مون. اوکی. چی شد؟ ویلکام. You must now choose a project for your people to work on. A project every turn and include things like drafting military units and building improvement that can harvest resources, craft goods or enhance citizen quality of life. Okay. خب بریم یه پروژه انتخاب کنیم. میگه آقا یه پروژه انجام بده برای مردم تو اینا. In the early days، روزهای اول تو باید چیکار کنی؟ سروایو کنی با استفاده از ریسورس هایی که هستن، مثلا غذا و نمیدونم متریال و چوب موب و اینا. اوکی کنی، میگه بیا فارم بسازیم. اوکی، من یک دونه فارم میسازم، یه ذره زوم میکنم، زومین میکنم فارمم. آه اینطوری میشه. آها، بعد انتخاب کنیم یه جایی که فارممونو بزنیم. اینجا من اینجا رو میخوام برای مزرعه‌مون انتخاب کنم که یه ذره غذا برامون چیز کنه. میگه سب کنین کامپلیت بشه 7 ثانیه. اوکی، ریترن. آها، گفت ریترن کنیم به مپ. آقا میگه که اسکاتتو بفرست یه کاری کنه، مثلا برین دوروبر. حالا باید چطوری بکنیم؟ گیرند موو باتن اند دن لوکیشن اون د مپ. خب میگه اردن باتن رو باز کنیم.
میگه که بیا آقا اینجا اوردر باتون میبینی دیگه، اوردرایی که دادی آقا، من مثلا گفتم اسکاتمون بیاد بره اینجا رو بگرده این لوکیشن رو، یا مثلا فارممون اینجا ساخته بشه اینا. به نیوسرگ نکست ترن آها میگه بعد نکست ترن رو بزنیم که آقا اتفاقات بیفته. خب اتفاقاتم افتاد، اسکاتمون رفت، مزرعه‌مون ساخته شد و اوکی شد همه چی. خب آقا میگه که ما دکمه تکنولوژی رو زدیم و اینجا میگه که میتونیم یک سری آپگرید ها بدیم، مثلا یک سری آپگرید ها داشته باشیم. حالا نگفته دقیقا چی آپگرید کنم، من سعی میکنم همین رو بزنم که به منبعمون بزرگتر بشه، انبارمون بزرگتر بشه. میگه که تکنولوژی اولت انتخاب کردید و تمام بشه، خب یک سری بنفیت ها بهت میده، مثلا اینا رو برامون باز میکنه، نون میتونیم، رسپیشو برامون میده، میتونیم نون درست کنیم به فرض. اینجا کجا چیکار میکنه، یک سری برنج درست کنی یا اینا. خب نکته بعدی اینه که آقا ما فارممون رو زدیم، دیدی نوشته بود 7 تا، الان شده 6. هر ترنی که میریم بعدی یه دونه ازش کم میشه و این تکنولوژی هم 8 تا ترن میخواد مثل اینکه، و بعد هی بره جلو بتونیم چیز کنیم. گفته که حالا بیا اسکاتت اومده اینجا، یه اینتراکتی بکن. خب آره، میگه آقا اسکاتتو انتخاب کن، بده بره اینجا یه اینتراکتی با این بکنه. اوکی، میگه حالا سب کن تا ببینیم که آقا چی پیدا میکنه. میریم نکست ترن، روز بعدی. ببینیم شد 5 تا، تکنولوژیمون یه دونه ازش کم شد. خب اسکاتمون چوب برام پیدا کرد، خیلی هم عالی، دستش درد نکنه. برای اینکه ترنمون رو هدر نکنیم اسکاتمون رو میتونیم آیا به جاهای دیگه هم موو بدیم یا اجازه نمیده بهمون. اسکاتمون رو من یه اوتو اکسپلور براش میذارم که خودش بره یه لوکیشن رو بزنه و گفته فقط بیا فارمتو تکمیل کن. برای همین ما میریم ترن بعدی، تایم این فارممون کم بشه. اسکاتمون اومد اینجا رو گشت، چیزهای جدید پیدا کرده، البته یه روز دیگه میرسه به اینجا مثل اینکه. اوکی میریم نکست ترن. آها خب حالا یه سری چیزهای جدید اومد برامون. آه حاجی این لوگوی چیزه، دهنتو خوش آمد. اردبیل نوشته، اردبیل میگه اولین جایی که پیدا کردی اسمش اردبیله. پشو نگه که یه جای جدید پیدا کردی. آقا من ببینم چیکار میتونی بکنی. اینجا اسمش اردبیله، میتونی نشون بدی ببینم اردبیل چقدر باحاله. پشمو اینو بزنیم اسکاتمون ببینیم کاراشو بکنه. اسکاتمون یه چیزی کالکت میکنه. اوکی فارممون تو چه وضعیت، 3 روز حل. خب بریم نکستر. خب یه سری چیزای باحال کالکت کرد، جالب بود، جالب بود. این گرگا نیام بزنن پارمون کنن بی شرفا. اوکی فعلا فقط گفته فارم تو اوکی کن، منم چیز خاصی نمیسازم. اوتو اکسپلور تو رو هم آن میکنم، داره میره واسه خودش دیگه. بریم گرگا نکشنت بی شرف، یه روز دیگه فارمون اوکی میشه. این چی میگه؟ خب ببین این میگه تریپ منظورش یه حالتیه که اینجا یه مکانیه که یک سری یه حالتی این که بر خودشون دارن زندگی میکنن و قانون خودشون دارن. حالا میتونی با اینا دوست بشی یا دشمن بشی. اگه دوست بشی خب باید ارتباط میگیرن، حتما میان عضو نیشن تو میشن و یه جوری مثلا میشن زیر مجموعه تو، به نفع تو میشه همه چی، مثلا به سرباز میدن این داستانو، که اینم به نوبه خودت جالبه. آیا تو میتونی اینو بزنی؟ بعید بدونم، بی خیال نمیخوام. بذار یه روز دیگه بریم فارممون. آها اوکی شد آقا، فارممون درست شد. خب میگه که فارمت کامپلکت شده، لفت کلیک کن تو تیک کلوزر لوک. اوکی بریم یه نگاه نزدیک بندازیم بهش. آه چه باحال، تو دارن کار میکنن. آی کانسیم. خب اوکی فارممون داره اینجا کار میکنه، اطلاعات داده بهمون. سوپلایمون رو حالا کار نداریم، کلا انگولکش نمیکنم فعلا. خیلی جالبه به نظرم، میتونم پروژه جدید انتخاب کنم. بله میگه که آقا ورکشاپو کیو کن، بزنی ورکشاپم ساخته شه. ورکشاپ ساخته شه، یک سری کرافتیجات داریم، کرافتیجات میتونید خیلی بهمون کمک میکنه. اوکی من ورکشاپو کیو میکنم برای اینجا که کوچیکه و فارم نمیتونیم بزنیم به نظرم. خب 6 تا ترن میخواد برای کامپلیت کردن ورکشاپ. بک میدم، تو کجای داداش، تو هم بیا برو اینا رو کالکت کن ترن بعدی.
خب یه ورکشاپ داریم، یه دونه هم کالکتینگ کش داریم. اوکی نکست رو میزنیم. این برامون یه سری چیز کالکت کرد، دستش درد نکنه. اینم که داره غذامون رو میسازه، 5 روزم از ورکشاپمون مونده. این چی میگه؟ Until units idle. آها میگه این بیکاره. آقا تو میری به سمت اردبیل؟ برو اردبیل با اینا دوست بشیم، جدی میگم، برو بریم. آه ریسرچمون کامپلت شد، یک سری چیز میز گرفتیم، اینم خیلی خوبه. و حالا باید یک تکنولوژی جدید بزنیم. این مثل این که مال ماهیگیری و این داستان هاست، هربالیسم، گیاهان دارویی و این چیزهاه. فرمتینگ نیو ویج هپنس آن، برای مردم خوشحال میکنه، شراب مرا و داستان پاتری هم که مشخصه، انیمال و فلان بیسا اینا رو نمیتونیم. مثل این که فعلا پرستیج 5 میخوام. پرستیج هم چنده؟ آه چه قشنگ، اصلا اینو میبینم روحم تازه میشه انصافا. پارس پرستیج، پرستیج 5 رو دارم دیگه. آره با 53 تا پرستیج دارم، این پرستیج همه پشمو. آره خب بریم یک ریسرچ انتخاب کنیم. حالا نمیدونم، به نظرم سرباز میخوام. آجی برو برو سرباز بزن برامون انصافا. آره آره همین رو برامون اوکی کن. تو هم که داری میری به این سمت. بریم نکست ترن. خب ورکشاپمون 3 تا ترن مونده. تو رسیدی به اردبیل، میشه بری با اینا این چی میگه صحبت کنی؟ نری دعوا کنی با اینا، بدبخشیم اینا سرباز. زدم بره اینجا، امیدوارم نیان بزنن بابامون در بیاد. چی شد؟ Your city has grown to level 2. سیتیمون level 2 شد. When your city's population grows certain size, your city will level up. Higher level cities have higher needs but also private. Okay, enter your city uncovered and does not. میگه بریم وارد شهرمون بشیم ببینیم چه خبره. خب میگه آقا جمعیتت که زیاد بشه، معنیش اینه که آقا تو زمین‌های بیشتر هم نیاز داری. کلیم کنیم یه سری چیزها رو، شهرمون رو باید گسترش بدیم. دسترین در ریژن تو اکسس در ییلز. آها اوکی خب اینو چطوری هاید کنم؟ ببخشید آها رفت اینجا. آها میتونم جا بجاد کنم. خوبه. خب ورکشاپ رو گفته کامپلیت کن که اوکی یور سیتی لیول اپت. خب اینم که من واردش شدم. چیز جدید به هم چی داده؟ کلیم ریجه. خب باید یک سری جای جدید بگیریم، یک سری لند جدید میخواییم بر شهرمون. گفته که آقا هر کدوم یه سری ریسورس ها دارن، یه سری داستان داره داخلش که همینطور که میبینید. ببینیم ما اول میبینیم نگاه میکنیم. به نظر من الان جایی که هستیم اسمشو نگو، گرگان، کاشان، زرانکا نمیدونم کجاست، هاراواتیش، ماکا و قدس. مکس احتمالا و قدس، حد سمینه چون اینجا قدس هست، اینم ممکنه مکه باشه. پس من الان اینجا چوبم 3، فودم هم 3، آهنم 2، طلام 1. پس ترجیح میدم یک لندی رو انتخاب کنم که تلاش 2 باشه حداقل. پس این دوتا حذف میشن. به نظر من این خیلی اینجا پرملاته، من این لندو میخوام. بله اوکی خب اینجا رفته برای اینکه حالا بریم کلیمش کنیم. your city برده next term. مثل اینکه اینجا مال ما میشه. once you claim your people will be working land and harvesting resource continually leading your people. خب اینجا رو کلیم میکنه ترن بعدی. من برمیگردم تو مپ. تو چیکار کردی سلطان؟ بیکار نمون. نمیتونی اینجا حرکتی بزنی. پس یه اوتو اکسپلور بهت میدم، برو یکم بگرد بر خودت. این چی میگه؟ You have collected a cache of blaze and reason. نظر چیه تو برگردی به خانه سلطان؟ ف...
بیا خونه. آره بیا خونه، اون چیزایی که جمع جور کردی بیار ببینیم چی داری. بریم نکست ترن. آها ریجن رو کلیم کردیم، اینجا مال ما شد. Your action have started to gain your prestige. می کاری که میکنیم به اون پرستیژ میده. You enter into the world stage, the nation with the highest prestige and if the game the act will be crowned the winner. Click on your prestige count to learn more. Okay. خب you explore how manage your nation science, military and a commerce, but that's not the only way to become true world power. آها میگه آقا میلیتاری که مال نیرو نظامی مونه احتمال زیاد، بله، ساینس هم که علم مونه و کامرس هم دقیق نمیدونم عدالته چیه. خب government, culture and religion are the vital ways to prestige. بچه من ممکنه یه ذره اشتباه بخونم دیگه، به بزرگی خودتون ببخشید، هرچی بفهمم بهتون میگم. don't to learn them to prestige. آها اینجا داره میگه آقا چطوری میتونی مثلا پرستیج اینا کسب کنی، که من فعلا کار ندارم با توتوریال بازی میرم جلو. الان فقط میگه آقا بیا اینو کامپلیت کن که یه ترن میخواد. اینم که داره برمیگرده، برگرد بیا دیگه. خب ورکشاپمون کامپلیت شد، خوشحالیم. کرافتمون بیکاره، یک چیزی میتونیم بسازیم. گفته بریم ورکشاپ رو نگاه کنیم. اوکی ورکشاپمون اینجاست. سلام علیکم. گفته بیا اینا رو بساز. خب بیا من اینا میسازم. اوکی اینجا میتونیم یه دونه بسکت بسازیم. یه سری هم لیتیک تولز. لیتیک تول آر نو بین کرافتد یور سیتی پروداکشن ریت میره. او میگه اینو بسازی اون ترن ریت ترنایی که میخواد مثلا یک چیزی ساخته بشه کمتر میشه، یعنی به سرعت ساختت کمک میکنه. خب چی گفته؟ کلیک آن دینگدنس این اسلات اند پلیس سام ویلز تو ریکرافتی. ویلز بذاریم، میگه پول بذاریم یه ذره سریع تر ساخته بشه. بذار اینو بردارم یه لحظه. 16 تا ترن طول میکشه، پولو که میذارم میشه 6 تا ترن. پول چی کارا که نمی کنم. این کرافتی ویل بگین. اوکی سر چی بود؟ خب یه بک میدیم. یوف دان میدن میلیتری یونیت کن بی ترن پروجکت فرام سلکت پروجکت یو اسپیرمن. میگه آقا بیا اسپیرمن بیلد کنیم. چطوری؟ الان بهت میگم. آمنیتیز چیه؟ تن کن بی یوز دی تمپرری بنفیت یور سیتی. میگه یه سری موارد میتونی بذاری یه خورده شهرمهرتو میزون کنه. سلیکت ان آمینیتی چی بذارم مثلا؟ چی زیاد داریم؟ از این سه تا داریم، از این میذارم که داستان برید اشغال کنید. اوکی خب من اینجا میخواستم چیکار کنم؟ اسپیرمن بسازیم. بله سن ترین نو آندر وی وانس کامپلیت دی اسپیرمن ویل اد ات یور ریزرو اند ویت یور اوردر اینت. آها کانتینیو فوکس اون یور اوردر. اوکی میگه آقا اسپیرمنات دارن ساخته میشن، سه تا ترن طول میکشه که اینا ساخته بشن. حالا نکته اینه که این شهر دیگه همونه که هیچ نداره. شهر اصلیمون این چیه؟ نظر چیه اینو بسازیم؟ جا کم نداریم، ولش کن نمیسازم. خب فیل آمینیت استاد فیل کردم دیگه سلطان. بابا اینها گذاشتم به خدا. گفتم اگه چیز خاصی بذارم؟ نه یه چی گذاشتم عشق کنی دیگه، فیل کردم. بریم بعدی. اسکات همون داره چیکار میکنه؟ نه اینم اوکیه. خب بک بده به مپ. اسکات همون داره میاد. خب میگه آقا این آمیتی که ما گذاشتیم کیفیت زندگی مردم رو میبره بالا و این خوبه، مردم از ما راضی هن. خب میگه اینا رو بذاری کلا خوشحال میشن و باعث میشه که رشدت بهتر شو، بتونی راحت‌تر بری جاهای دیگه. اسکاتمونو من دلم میخواد
اونو که سرباز بعد بیاد بریم با سربازامون بزنیمش، سربازامون یه روز دیگه میان. اوکی، اسکاتو من دلم میخواد بفرستم کجا چیزی هست برای کالکت کردن؟ نظرت چیه؟ چیز نیست واقعا. نظر اوتو اکسپلورش چیه؟ بره اون ور، بذار بره، خودش بهتر احتمالا بدونه، من نظر خاصی ندارم. خب بریم. اوکی، سربازامون آماده شدن و یک سری چیز هم اینجا مثل این که پیدا کرده کشون. بله دیگه، با سربازات آماده شدن. پنل تو گیو در مارشینگ اوردر. آها، میگه اینو میزنی. اوکی، بیارم این ور. خب میگه آقا سرباز داری، سربازات انتخاب کن. و اوکی، انتخاب کردی. این چی میگه؟ ویف که میمیتونه آرژن نمیتونه سی وات آن فولی. ساخت و ساز قضامون تو چه وضعیه؟ یه دونه سربازامون میگیره، ولی نه قضامون اوکی به نظرم. اضافه کاری نکنیم، شهر بیکاره. میگه ببین من نمیخوام تو شهر اصلی چیز کنم، من اینجا ترجیح میدم یه فارم بزنم، اینجا یه فارم بسازیم جدی. خب سربازامونو، سربازام چی شد؟ کجا رفتی داداش؟ بسی برنی کنی تو پندینگه؟ اوک ایونت. او من چیزی که دارم میفهمم، میگه یه بچه 16 ساله هم، کسی که 16 سالش هم انگار نیست، خب اومده داره یه چیزی به ما میگه که میگه فرند شکار کردن، درخت رفتن بالا و یه غلطی کردن، مثل اینکه به چخ سگ رفتن، یه آتیش سوزی درست کردن. خب حالا ما باید دستور بدیم که چیکار کنیم. حالا کارهایی که داریم، سند اسکات، یه اسکاتمون رو بفرستیم. منفی 10 هپینس اینجا چیز 10 تا ترن طول میکشه، 5 تا جولری بهمون میده، 5 تا میگیریم. بعد آرم دی بوی اند هیز فرم بگیریمشون، ایگنورش هم میتونم. من یه اسکات میفرستم، برو بابا اینا رو در بیار، پدر سوختا آتیش سوزی درست میکنه واسه من، شهر من رو کسی بند. خب این چی میگه؟ من چطوری میتونم اینا رو بفرستم اردبیل؟ یعنی چی بفرستم اردبیل؟ جدی برام، من میخوام بفرستمشون اردبیل. آقا من اردبیل رو میخوام بگیرم، دوست بیا دوست شیم با هم، من میخوام با اردبیل دوست شم. برید، وقتی هیچ بلد نیستی. خب تکنولوژیمون که داره ساخته میشه. خب بعد بریم نیکست. او آرچریمون ساخته شد، تکنولوژی آرچری دست آوردیم، میتونیم سرباز بسازیم، واش تاور بسازیم، هانتینگ کمپ بسازیم و یک فورمیشن نظامی گرفتیم. این خیلی چیز خوبیه به نظرم، من اوکی هم باش. فورس دیپلوید. آها الان تازه سربازمون اومده. آقا اردبیل ما داریم. روبرز ام کامپلیت لف کینگ فورس تو ویبیلیتیز. اوکی، آها داداش اتک بدیم به اردبیل، چیکار میخوایم کنیم؟ حالا برید اردبیل تا ببینیم چطوری با اون برخورد میکنیم. یه هربالیست من میذارم توی لیست، به نظرم هربالیست گزینه خوبه دیگه. کم کم بازی واقعا داره دستم میاد، جدی بازی داره دستم میاد و یه نکست ترن میدم بهت. آه حاجی بیا وایستا، برید این بی شرف ها رو بزنید. به نظرم دوید تو هانت ایج بریزی هز دنجر لیول. اوکی بابا میزنن باباشو در میارن، دنجرش دوه، بزنید جرش بید. او یه اتفاق، اوکی آقا یه چیز جالب، اردبیل خب یه فستیوالی هست مثل این که و در مورد کشاورزی و ایناست. به ما یه درخواستی دادن، ما مثلا شرکت کنیم، ما میتونیم ردش کنیم. اگه رد کنیم 5% بیل پروداکشن میگیریم توی شهرمون، و
برای 20 تا ترن، اما با اردبیل منفی یک ریلیشنشیپ میگیریم، یعنی این به سمت قرمز حرکت میکنه. میتونیم قبول کنیم، کتابو نخونیم، منفی 5 رو نالج میگیریم تو همه شهرامون تو 10 ترن، ولی یه دونه ریلیشنشیپ میگیریم. میتونیم قبول کنیم یه اینفورمیشنش هم نمیدونم بخونیم چه داستان و اینا، 7 تا منفی پروداکشن میگیریم، 15 تا فرست میگیریم که نمیدونم چه. من با اردبیل رو دوست دارم، دوست شدیم اردبیل. خب خوبه، اینا هم میخوام شکار کنن، اسکاتمون هم که اونجاست، بریم نکسته. خب اینا شکار کردن، واه چقدر چیز میز گرفتن. زخمی شدید؟ بیخود کردید؟ گرگ زدید؟ آدم که نفرستادم بکشید بی شرفا. خب اوکی، بیا دوست باشیم باشون. آه بیبریم پولا رو بچاق. اوکی، هیچ چیز توضیحی نیست. تو بیا برو اینا رو هم راستی یه اتک بدید به اینا. آره بریم نکستر، اونو بزنید دیگه. خب پیدا کردی؟ تو اونو هاروست کن. با اردبیل فعلا اوکی. یه ایونت داریم، یه چیز نفهمیدم چی میگه و یه گزینم داره، میزنم دیگه. Be the first to build the great pyramid of Giza. یه چیز اسمم دینی و اینا بود، ولی خب مردم نیاز دارن دیگه، ما هم زدیم. چشم. بکشید اونا. واه دنجر شعار بود حاجی بابا، اینا در اومد که سیتی ایدل. سیتی بیکار نمون آقا، سیتی بیکار. آه واج تاور میخوام آجی، واج تاور برای اینجا. شهر اصلیمون باید قطعا یه واج تاور داشته باشه. اینجا یک خطر داریم. این چیه؟ خب هیچ خبر نیست، گولمون زد متاسفان. این چیه؟ ها اسکاتمونه. اسکات تو بیا برو یه اوتو میدم خودت یه جایی تصمیم بگیری بری. به نظرم پاراگون همین بود، پاراگون اونجا اومد. اینو برام اوکی کن. Select a new paragon. پاراگون نمیدونم منظورش چیه. Strategy, Science, Engineer. یک شخصیه که مثلا انگار میخواد بیاد به ما کمک کنه و توی دربار و این داستانهای ما باشه. بیا تو کورت ما. میتونیم فوهاو انتخاب کنیم که شخصیت ایرانی هم نیستن هیچ کدوم. استراتژیست نظامیه کلن، 25% کلن از اینجا قدرت داریم. ساینتیست میتونیم انتخاب کنیم، ریسرچ فلان بیسا، انجینیر. من قطعا آدم نظامیه. خب این فرست پارگونمون رو گرفتیم. خب حالا میگه پارگونمون رو بفرستیم یه جا. کجا بفرستیم؟ بی سنتر فورس فیتن یور کپیتال بی سنتر فورس اسنج 10% بونوس ایکس بی 12 فورس بونوس. من میفرستمش به اینجا. برو اونجا رو داستان کن برام، قدرتمندمون کن آقای فلانی. اوک خانم بود انتخاب کردم پارگونو. بله اینجا چی داریم؟ آها آها حاجی نمیرید شما، بزنید این پدر سگ گرگو. آها این اوکی شده. او میگه که چی؟ بروینگ میخواد. او اون چیزو باید باز کنیم و توی تکنولوژی که نداریم مثل این که، و اینو نمیتونه برام بسازه. اوکی فهمیدم. این چی میگه؟ آها اینجا کالکت کرد برام. برو اوکی. خب الان دیگه این ترن کارامونو کردیم، میریم نکست. اوکی خب چه اتفاقی افتاد؟ واچ تاورم که داره کاراش میشه، یونیتامون ایدل. آها شما بیکارید، شما برگردید خونه چون اچ پی ندارید و یک سری آیتم گرفتیم. این چی میگه؟ آها بعد بریم سراغ شهر جدید و یک سری جای جدید میبینم. ملارد حکیمتانه چه جالب و
بابی روش. خب حالا چی کم داریم؟ 3 تا طلا مجموعاً داریم، 3 تا آهن داریم، 5 تا چوب، 7 تا غذا. پس ما آهن و طلا کم داریم. حکمتانه دو تا چیز داره، تعداد لنداشون هم حواستون باشه. این 3 تا لند داره، این 4 تا داره. آهن میخوام، این خیلی خوبه. آهن و تلاش، من مکه رو مجبورن باید بگیرم. اوکی، نکستر اون مال ما میشه. اسکاتمون هم که داره میگرده شهرهای دوروبر آنلاک کنه. اسکات اینجا رو هم بگیر. خب بریم یه نکستر. اوکی، آمینیتی اکتیف شد. یه لحظه ببینم. آها، یه دونه جای آمینیتیزمون برام باز شد. 10 تا ترین داره، پس فعلا به اون دست نمیزنم. اوکی، نکته بعدی میگه که آقا مکه رو گرفتیم، 3 تا زون داره اینا، که این خیلی خوبه. اوکی، من اگر مثلا اینجا رو باز کنم و باید حواسمون باشه. حاجی آهن چطوری بسازم؟ طلا بزنیم استخراج کنم؟ من اصلا حواسم نیست. ببین یه دونه جا برای چی شد؟ طلا بساز تو چند ترن احتمالا بی نهایت. برو فعلا سلطان، نمیدونم چی بود زدم. سرباز میتونیم بسازیم. آهن هم خیلی کمه، آهن هم کم تولید میشه. من یه چی میخوام آهن بسازه برام. هانتین کم پول در میاره برام. واچتاورمون دو روز مونده، یونیت هامون ایدلن. خب ایچ پیشون کمه، چطوری میتونم ایچ پی اینا رو پر کنم؟ سرباز جدید نظرت چیه بندازیم تو کار؟ باید تولید کنیم اول. اوکی، یه لحظه بسته شو، من بیام اینجا بزنم سرباز بسازیم برامون تو پارس. آرچر، اوخ زیاد زدم، حواسم نیست اصلا. یه لحظه اجازه بده یه دونه بسمه. یه پروژکت جدید پول در آوردنم برای اینا رو نمیتونیم بزنیم روی لوکیشن خاصی انگار، حس میکنم. اوکی، یونیت هم بذار ایدل بمونم برام کار. بابا نمیخوام کار جایی بفرستمشون، دست از سرم میشه برداری. برو بریم. خب یه سری اتفاق افتاد، میگه سربازا بیکارن. آها هیل میشن. چی اسپیمن فورسیل 20 هلس پوینت. اوکی، 20 هلس گرفته، همون میخوام پرشم. اسکات هم اینجا یه چیزی پیدا کرده، برو اینو کاراشو بکن. و یه دونه لیچ از این طولا برامون ساخته شد، مرسی. این خوب بود، این خوب بود. نیشن رنکینگ، گروفرسن ابوف یور پیز اون دی ورلد استیج تو پرستیج. The nation will call active. The nation in the highest prestige of game is winner. Game prestige. آها میگه آقا باید پرستیج بگیری دیگه. اینا هم نمیدونم کیه. اصلا با کی داریم رقابت میکنم؟ اولم با هر کی دارم رقابت میکنم؟ دارم با کامپیوتر. بله. یونیت ها میدلن، کار ندارم بهشون. با سربازمون چیکار میتونیم بکنم؟ اصلا بریم اردویل رو بزنیم. دیوانم مگه. میریم نکست. اوکی، هربالیسممون اوکی شد. من حتما حتما اینو باید بسازم، اینو ایشونو میخوام. بچه ها نیاز دارم مثلا که این سه تا گلده چیه. آها اوکی، و فکر کنم این اضافه است، یه دونش باشه. اوکی، 4 روز دیگه آرشرامون میان. این چیه؟ آها تکنولوژی اوکی کردم، سربازامون دوباره یه ذره هیل شدن، واچ تاورمون هم کامپلیت شد. آها واچ تاورمون کامپلیت شد و خب نیازه دیگه، باید دفاع کنم. ولی خدایی شهرش واقعا خوشگله، میبینی؟ ورکشاپمون اینجاست. A great. اینجا فکر کنم
هوچی جای اصلیمون هم شبیه مقبره کوروشه یه جوری. حالا نمیدونم برای همه امپراتورها همینطوریه یا حالا مثلا این به خصوص به این شکله. اینا سربازامونن اون 5 تا دونه 12 تا پشمون. خوب آقا یونیتی دل مهم نیست نکستر. خب اینا هیل شدن دیگه، فول شدن، الان میفرستمتون برید. یه کش دیگه هم اینجا برامون کالکت کردی تو، دست درد نکنه. یه اوتا بهت میدم اونجا نمیر فقط زیر دست گرگا. سربازا رو چیکار کنیم؟ این چیه؟ آها اینو بعد میزدم مثل که نزدم. فورتو مراقبت کنید از شهر به نظرم فعلا. آره و نکست ترن 28 تیم تو اکت 1. هیچ خبری نی، نمیگه چیکار کنیم. خب بگو به من، نمیگه چیکار کنیم. من ترجیح میدم که چقدر لندش بزرگه اینجا. این چیه؟ یه سری چیزا کرافت میکنه. من یه هانتینگ کمپ داخل جای اصلیمون میخوام به نظرم. اینجا یه هانتینگ کمپ بسازید. اوکی فعلا اون هانتینگ رو بسازید ببینم برام چه تأثیر مثبتی میذاره. میریم نکست ترن 29. خبر خاصی نیست. اسکاتمون کجاست؟ واه گرگه خیلی خطرناکه. دیگه رفتیم سمت مناطق کویری. پارسو میبینید که اینقدر بزرگ شده. حاجی من یه اسکات دیگه میخوام، برو داخل شهر ببینم چطوری میتونم. نه اینو ول کن، من یه اسکات میخوام از نمیتونم بسازم، همون یه دونه رو باید داشته باشم متاسفانه. باید بریم ترن بعدی، کارش نمیتونیم بکنم. خب یه دونه چیز برامون ساخته. اسکات هم بیکاره؟ نه. میریم ترن بعدی. آها واه خوردیم به یه جای جدید. نیشن میت Somewhere near you spot force of another nation or come up on its border. Click on the other notification to move location and click the next below. Okay. The first time you enter a new nation, you will see the first contact banner appear the screen showing the nation on your own. Click the first contact banner. آها میگه اینو میزنیم. واه فیلسوفر کریس ایتالی. ایتالی خب قوی هنو 119 تا پرستیش دارم. خب ای وای نه، ما حالا چی کار میتونیم بکنیم؟ میتونیم باشون ارتباط بگیریم. میتونیم چی کار کنیم؟ گیفت بدیم، منیج بوردر بدیم، سلندر فعلا گود. اه چی شد؟ رفتش؟ بابا من میخواستم آیندهاز نه رفت. بابا من میخواستم دوست باشیم، ما بیام بغل کنیم. اما اسکاتشونه. اوکی کار به اسکاتشون ندارم. یه برو کار اونو بکن ترن بعدی. سربازا رو باید زیاد کنم باجی، نیام بزنن جرمون بدن. من اینجا آرچر داشتم. آرچرام چی شدن راستی؟ آرچرای منو بده. آرچر رو بیاریم اولویت. آها پول نمیخوام، آرچر بده. نکستر خب یه ایونت برامون اومد. این کش رو برامون واه نیو پارس تری. نیو پارس، پارس جدید. با و این با اینا یک مقداری توی اینطوری که مقبره کوروش پش. خب با اونا یه ذره مشکل داریم از همین الان. چرا؟ حالا کارای اونو بکن تو. این ایونت چیه؟ آها همینا؟ نه اردبیله. اوکی میگه یه تکنولوژی دست پیدا کردم، مثل این که مثلا وپنای خوبی دارم میسازن.
حالا ما میتونیم اونو یاد بگیریم. 50 تا متریال باید بهشون بدیم، 2 تا لیتیک تولز بهمون میدن و یه ریلیشنشیپ بهمون چیز میشه. یا کلن هیچ واکنشی نداشته باشیم یا بدوزیم سلاحاشونو که یه دونه سورسمن بهمون میده ولی ریلیشنشیپ کم میشه. من ترجیح میدم آقا بدم بهتون اینا رو و یاد بگیرید اونو، به ما چیز کنید و دوست باشیم با هم. چه اشکالی داره اینو پر کنیم ببینیم چی میشه. اردبیل ازشون باج بگیر. آها نیو پارس هم اینجاست. یک مثل اینکه جشن عروسیه، نه عروسیه یک آدم مهمیه که همه رو دعوت کردن. حالا ما واکنشمون چی میتونه باشه؟ Attend with a gift of food and drink. میگه که بهشون گیفت بدیم، فود و غذا و درینک و اینا بفرستیم که 50 تا فود از همون کم میشه، اما 2 تا ریلیشنشیپ میگیریم باشون و 10 تا پرستیج. Bless the young couple with wealth. پول میدیم و دعا میکنیم که رابطهشون خوب باشه. یه دونه ریلیشنشیپ میگیریم، 25 تا پولمون کم میشه. ایگنور هم میتونیم بکنیم که یه دونه چیزمون میاد پایین و فود و غذا میمونه مال خودمون. من اوکی ام آقا، من آدم بسیار صلح طلبی ام با آدم، با شهرهای اطرافمون. واقعیت کسایی که مربوط به خود پارس بشن ما دوستیم باشون. جای بد ببینم زدم باباتون در اومده. اینم از این. اوکی خوبه، دوست شدیم با هم. اونو کاراشو بکن تو سلطان، برو نکسترن ببینیم چی میشه. آها این ریسرچمون کامل شد. حالا سوال من اینجاست که تو الان باید اوکی باشی، نشدی باید بسازیم شاید چیزی. یه لحظه صبر کن. حالا اینجا آها اینا چیه؟ هیچی نداریم. آها اسکات میتونیم. چیزی که برا من مهمه و هنوز نفهمیدم اینه که مثلا میگم آقا ببین، من اینجا 3 تا لند زون خالی دارم خب، و خب این شهر ببین 4 تا مثلا حالت فوده، 2 تا چوب فلان بیسار. الان فارم میخوام بسازم تأثیر خاصی داره به نسبت اینجایی که 2 تاست؟ خب قطعا داره، اما نکته اینه که این استاتو کجا به من داره میده و من متوجهش بشم راحت. می چی میگم؟ بذار اینجا شاید میگه 100% فود فلان بیسار. خب حالا بیا مثلا این زون تو بخوای فود بزنی 100% 35 همونه. چی اینجا نشون نمیده به من؟ خب فقط یه چیز دیگه که فهمیدم، کوالیتی آف لایف، کیفیت زندگی مردم از نظر نالجی پایینه، یعنی علم و دانش ما خیلی بهش بها ندادیم و ما بقیه چیزا توی حد سبز خودشه که خب این خیلی خوبه. حالا بیایم علم و دانش رو از طریق تکنولوژی احتمالا باید دنبال کنیم. آیا چیزی هست؟ گاورمنت کالچر، من کالچر رو میزنم، شاید یه کمی تأثیر بوداش نمیدونم. آها این برام پول در آورد. یا حسین نری دعوا کنی باشون مریض. این هم بزنیم. خب آقا خیلی ویدیومون طولانی شد، من اصلا حواسم به تایم نبود، نیا که همیدم 50 دقیقه است دارم بازی میکنم. بازی اینطوریه که میشینی پاش دیگه تا صبح میخوای بازی کنی، حال میده خدایی. من خودم خیلی خوشم اومد از بازی، واقعا حال کردم. اگه پی سی دارید و گیم پس دارید به نظرم تجربهش کنید، یعنی 100 ارزش پلی دادن داره، مخصوصا که تو بازی تاریخی میان مثلا کوروش رو میذارم برای ما خیلی مهمه. من خودم خیلی حال کردم، یعنی مثلا کوروش اگه نداشت یا اصلا هخامنشی فارس اینا نداشت، من اینطوری بودم که خب کجا رو انتخاب کنم. جذابیت بازی 50% میریخت برام، ولی خب الان به نظرم خیلی خفن شد. من خیلی دوستش داشتم، امیدوارم که شما هم باهاش حال کنید و همین دیگه. تا ویدیوی بعدی، خدافظ.